هیچ خبر دارین که داستان رأی بازی ها و رأی سازی های نظام پایان ماجرا نبود و تازه بعد از نمایش انتخابات یه جنگ تمام عیار بین باندهای نظام شروع شد؟ اونم چه جنگی؟ هر کدوم از باندهای نظام سهم خودشون رو میخوان. جالب اینه که باند خامنه که نتونسته رئیسی رو از صندوق بیرون بکشه میگه حالا درسته که انتخاب نشده ولی بالاخره فلان درصد از آرا رو داره. جالبه تو باند خود روحانی هم سهم طلبی علنی شده و یقه همو گرفتن. خب رژیم ولایت فقیه دیگه، چه میشه کرد؟ جنگ و دعواها با داستان چماقداری تو روز قدس نظام نمود بیرونی پیدا کرد. ماجرا از این قرار بود که عظما تیغ‌کشاش رو فرستاد که درست موقع مصاحبه آخوند روحانی شعار آخوند آمریکایی بدن. این حملات تو روز عید فطر به اوج تازه‌ای رسید و اون یارو نوه خون عظما اومد اون شعر رو خوند که ای نشسته صف اول نکنی خود را گم، ای نشسته صف اول نکنی خود را گم، پی اقدام تو هستند هنوز این مردم، چند روزی تو مقامی به امانت داری، منصبت را نکند طعمه خود پنداری. بعدم که عظما اومد به صحنه و گفت قضایی مسئوله و باید به شکایات رسیدگی کنه و رفتم واسه کارگزاران آخوند روحانی. البته اونا هم بیکار نشستن و بدل زدن. معاون حقوقی رئیس جمهور میگوید تعداد بسیار زیادی تخلفات رسانه‌ای، تخلفات برخی نیروهای نظامی، انتظامی، ائمه جمعه و جاهای مختلف در انتخابات وجود دارد که دولت بر اساس آنها شکایت کرد. وی درباره احضار برخی استانداران به دستگاه قضایی گفت تعداد محدودی از استانداران، فرمانداران و بخشداران درباره مسائل انتخابات به دستگاه قضایی احضار شدند. دفاع و صحبت کردند. بعضی موارد منع تعقیب خورد و بعضی موارد نیز در دست رسیدگی است. اگه این موارد رو تک نمود ببینیم که خب هیچی نیست. اما اگه لابلای خطوط خبرها رو بخونیم میفهمیم که داستان جنگ قدرته. جنگ قدرت هم که میگیم یه چیز ذهنی نیست. به طور مشخص باند خامنه دنبال سهمی از کابینه است. اما به نظرتون روحانی به این سهم خواهی تن میده یا نه؟ متن و حاشیه صحبت‌های امروز رئیس جمهور درباره کابینه دولت دوازدهم، نظرخواهی از جناح‌های مختلف در چیدمان، مسئولیت‌های رده بالا در اختیار اونها که 24 میلیون رأی آوردند. اگرم کسی خواست برای ما حاشیه‌ای بسازه ما تو همون متن حرکت بکنیم، اتوبانی که ما داریم حرکت میکنیم همون رو ادامه بدیم، انشالله به مقصد میرسیم. البته رئیس جمهور در حالی که تاکید بر پرداختن به متن کابینه داشت جملاتی حاشیه‌ای هم گفت. فرض کنید که امروز که نزدیک دولت مجلس بیاد یک سفوریتی فوری بده که دولت به هم بریزه، شدنی است. البته مجلس رأی نخواهد داد به اون سفوریت، معلومه اکثریت مجلس که رأی نمیده به این، ولی میگم مثلا یه عده پاشن بیان این کارو بکنن، این خوبه؟ خب معلومه که پسندیده نیست، ما همه یکی هستیم، ما با مجلس که فرق نداریم. یا قوه قضاییه بیاد یه کاری انجام بده، حاشیه سازی بکنه. آها، گفت قضاییه بیاد حاشیه سازی بکنه. منظورش چی بود؟ بله درست صد زدیم، همون داستان دستگیری اخوی آخوند روحانی، یه دستگیری یک روزه. ببینین آخوند روحانی رو به چه خفت و خاری انداخته. حسین فریدون شب گذشته بازداشت شد. سخنگوی قوه قضاییه در نشست هفتگی این خبر رو رسانه‌ای کرد و گفت علت بازداشت تامین نشدن وثیقه مناسب بود. دیروز بله برای ایشون یک قرار تأمینی صادر شده که چون قرار تأمین رو دیروز تأمین نکردن، یعنی قرار وثیقه، ایشون به زندان معرفی شده و هرگاه که وثیقه خودشون رو تأمین بکنن طبیعی آزاد میشن و پروندهشون رسیدگیش ادامه داره. سخنگوی قوه قضاییه میگه این پرونده در خصوص مسائل مالی است اما معوقات بانکی نیست. معوقات بانکی؟ دست بردار تو خدا، یعنی نتونسته قرار وثیقه رو تأمین کنه؟ بگذاریم. اما این دستگیری باند رقیب رو خیلی خوشحال کرد. به خبری که همکنون به دستم رسید توجه فرمایید. جناب آقای حسین فریدون، برادر رئیس جمهور، الان که دارم باهاتون صحبت میکنم بازداشت شدن.
سوت و کف باند عظما از این بابته که حالا یک گرویی دبش از آخوند روحانی دارن و بهتر میتونن از کابینه سهم خواهی کنن. اما شیخ فری هم روبای مکاریه واسه خودش. ببینین چطور جواب میده. من با جناهای مختلف، حالا همه جناهایی که به نامها معروف هستن، به هر حال جناح اصولگرا، جناح اصلاح طلب، جناح میانه رو یا اعتدالیون، با افرادی که معروف بودن از این جناها بهشون گفتم اگر نظری دارن، لیستی دارن، نکته‌ای دارن. دولت 12 هم مثل دولت 11 فراجناهی خواهد بود. آدم که این حرفو میشنوه میگه خب تموم، یه چند تا پست و مقام و کابینه رو داد به اون باندیا و خلاصه کابینه فراجناهی شد. اما چند جمله بعد معنی کابینه فراجناهی مورد نظرش رو بهتر توضیح میده. اگر کسی داخل این 24 میلیون نیست، نمیتونه مسئولیت سنگین رو به عهده بگیره. شیوه و تفکری که مردم به این تفکر در انتخابات رأی دادن، اون تفکر باید حاکم بشه، در دولت باید حاکم بشه، در استاندارها باید حاکم بشه، در فرماندارها، در مدیر کلها، در مسئولیت‌های حساس و سنگین. مسئولیت‌های رده بالا نوبت این 24 میلیونه. خب بعد چی بس ما رأی دادیم؟ چرا انتخابات کردیم؟ خب انتخابات کم نبود. نباید این تبدیل بشه به یک فراغ، به یک اختلاف، به یک فاصله. یارو شیخ فری کلن سر رأی و نمایش انتخابات تو نظام الحق شیاده. اما خب تو دستگاه جنگ قدرت که بخوایم نگاه کنیم، به اون باندیا گفته که جلو پلاستون رو جمع کنین، چیزی بهتون نمیماسه. طرف جون به اسرائیل نمیده، میخواین پول به اسماعیل بده. ملاحظه بفرمایین که به هم باندیای خودش هم صندلی نمیده، چه برسه به اونا. حرف و عمل لوگانی اصلاح طلبان در روزهای اخیر بحث تشکیل کابینه جدید و سهم‌خواهی اصلاح طلبان از روحانی به اوج خود رسیده است. عارف در سخنان 22 تیر خود در نشست هم‌اندیشی شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان گفته بود هیچ شکی نیست که پیروزی روحانی مدیون اصلاح طلبان است. اگر ما را دنبال نخود‌سیاه نفرستند، قصد ما کمک کردن و ادامه راه است. بله، خره آخوندوانی که از پل گذشت و از صندوقا در اومد، رفقای خودش رو هم فراموش کرد. اینطور که بوش میاد حسابی جلو عظما کوتاه اومده. اما اصل دعوا با این نخود چیکیش میشیا نیست. اصل دعوا با باند رقیبه که یه سهم قلمبه سلمبه از کابینه میخوان. یه نمونه دیگهش حرفای خرچنگ نظام تو نمایش جمعه بود. ما کابینه ای میخواهیم کار کنه برای مردم. با حاشیه سازی اجازه بدید حرف بزنم، الحمدلله شما مؤیدید، خدا خیرتون بده. مردم از شعار دیگه خسته شدن. مردم مشکل دارن، مشکلات مردم رو حل کنید. قرآن و روایات به شما میگوید دو معیار رو در نظر بگیرید. یک، تعهد. نمیشه کسی که در اون جایگاه قرار گرفته تعهدش به دین ضعیف باشه. دو، لیاقت و توانمندی. خلاصه یک کلام این که جنگ قدرت در مداری بالاتر بین باندهای نظام ادامه داره. اگه آخوند روحانی تسلیم باند رقیب بشه و چند تا پست و مقام رو بهشون بده که خب، شکافی از رأس میکشه به درون کابینه و دستگاه خودش که بعدن صداش در میاد. اگه سهم اونا رو نده که پاسدارای نظام ولکن معامله نیستن، آتش جنگ و دعوا شعله ورتر میشه. حالا باید اخبار رو دنبال کنیم و ببینیم قضایا به کجا میکشه.